قطعنامه پارلمان جمهوری چک. جمهوری چک، مجلس سنا. قطعنامه مصوب کمیسیون امور خارجی، دفاع و امنیت، حمایت از طرح اروپا برای اشرف، فراخوان به سازمان ملل برای بر عهده گرفتن حفاظت اشرف، تحقیق و مؤاخذه مسببین جنایت 8 آوریل توسط شورای امنیت، کمیسیون امور خارجی، دفاع و امنیت سنا. قطعنامه مصوب نهمین جلسه رسمی 15 ژوئن 2011، 25 خرداد. 1. از راه حل ارائه شده توسط هیئت پارلمان اتحادیه اروپا در سفر به عراق به رهبری آقای استران استیونسون در روز 10 می 2011 در ارتباط با موضوع اشرف و از موارد این طرح حمایت به عمل می آورد که بر اساس آن خواسته شده که نیروهای عراقی بایستی از کمپ اشرف خارج شوند، به محاصره کمپ خاتمه داده شود و مجروحین و بیماران بایستی دسترسی آزادانه به معالجات و درمان داشته باشند و همه دارایی‌های توقیف شده در روز 8 آوریل بایستی به ساکنین کمپ اشرف بازگردانده شود و یک تحقیق مستقل در مورد جنایت ارتکابی در تاریخ 8 آوریل 2011 صورت گیرد. 2. به فراخوان و درخواست فوری از دبیر کل سازمان ملل بانکیمون، خانم پیلای، کمیسر عالی حقوق بشر ملل متحد، بارونس اشتون، نماینده عالی اتحادیه اروپا و جامعه جهانی برای حمایت از طرح اروپا می پیوندد و خواهان انجام اقدامات زیر می شود. فراخوان به سازمان ملل برای بر عهده گرفتن حفاظت از اشرف و استقرار یک تیم نظارت سازمان ملل به صورت دائمی در کمپ اشرف با حمایت ایالات متحده و اتحادیه اروپا. خروج فوری نیروهای عراقی از اشرف، خاتمه محاصره اشرف و دسترسی آزادانه مجروحین و بیماران به معالجات و رسیدگی‌های درمانی، تعیین یک نماینده از طرف شورای امنیت ملل متحد برای انجام تحقیقات در رابطه با جنایت 8 آوریل و قرار دادن مسببین جنایت در معرض مؤاخذه و پاسخگویی. 3. رئیس کمیسیون خارجی سنا آقای جوزف رگک را موظف می‌سازد که رئیس سنا و سنای جمهوری چک را از این قطعنامه مطلع سازد. جوزف رگک، رئیس کمیسیون خارجی، یارمیر اشتتینا، ناظر کمیسیون خارجی.